با درود های گرم خدمت بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه در هر کجای گیتی که صدای ما را می شنوند. من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا می کنم با حضور جناب آقای محمد امینی. همیانان گرامی، امروز با آقای امینی پیرامون پژوهش هاشون درباره ساختار حقوقی و قضایی مدرن ایران و ناتوانی ها و گرفتاری های آن گفتگو خواهیم کرد. اجازه بدهید همینجا خدمتشون عرض ارادت کنم. آقای امینی سلام بر شما. درود بر شما و همچنین درود بر بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه. به گفته شما در هر کجای گیتی که هستند، این گیتی رو هم امروز فکر میکنم شما نخستین بار به جای جهان عالم گیتی گفتید، خیلی هم زیبا است. شما حساب همه چیزی دارید. بعضی گرفتاری ها در این است که آدم وقتی حافظه خوب داشته باشه زیاد هم خوب نیست، چیزهای یادش بمونه که نباید بمونه. پس ما حواسمون جمع باشه. آقای امینی، امروز طبق روالی که با هم داشتیم، قراری که با هم داشتیم، قراره که شما یکی از گوشه های بسیار مهم و تا حدودی تاریک تاریخ ایران رو، ایران مدرن رو بررسی کنید که در عین حال در زندگی امروز ما ایرانیان هم سخت تأثیرگذار بوده و هست. این رو بررسی بازبینی کنید و اون پیدایش ساختار حقوقی و قضایی مدرن ایران و ناتوانی ها و گرفتاری های اونه. اما اجازه بدهید پیش از آغاز به این گفتگو که فکر میکنم دامنش دراز است، یعنی چندین برنامه رو به خود اختصاص خواهد داد، پیش از اون چند پرسش بینندگان رو با شما در میان بگذارم. خانم تارا از ایران نوشتن که آقای مهری عزیز، من و چند تن از دوستان همسن و سالم با نوشته های آقای کسروی تازگی آشنا شده ایم و از یکی از همین دوستان شنیدم که آقای دکتر امینی در حال بازنویسی زندگی آن زنده یاد است. میخواستم بپرسم که این کار در چه زمینه ایست، کی منتشر خواهد شد؟ و همچنین دو پرسش دیگر از ایشان دارم. آقای کسروی نوشتند که آخوندی به نام حاج آقا حسین قمی در سالهایی که متفقین ایران رو در اشغال خود داشتند به ایران بازگشت و مورد استقبال دولت ایران قرار گرفت، ولی دیروز دوستی به من میگفت که در برنامه‌ای شنیده که انگلیسی ها این آخوند را سوار بر تانک وارد ایران کردند. میخواستم درباره این آخوند که گویا در زمان رضا شاه از ایران تبعید شده بود و چگونگی و دلیل بازگشتش به ایران رو از آقای امینی پرسش فرمایید. آقای امینی، عرض کنم که در مورد پرسش نخست این خانم محترم، کاری که من چند ماهی است که آغاز کردم، بیشتر از چند ماه، شاید بتوان گفت چند سالی به اون پرداختم، ولی چند ماهی است که اون رو در پیش رو گذاردم که به پایان برسونم، درباره زندگی زندیاد احمد کسروی است. نام این کتاب هست زندگی و روزگار احمد کسروی. کسروی دو نوشتار دراز دارد در این زمینه، یکی زندگانی من و دیگری 10 سال در عدلیه. این دو نوشتار چند بار به چاپ رسیده، دارای اشتباهات بسیار زیادی هست از نظر تایپی و بر روی چیزهایی که در اون زمان توجه نداشتن. افزون بر این، در این دو نوشتار بسیاری از دانسته هایی که ما باید امروز با اونها آشنا بشویم توضیح داده نشده و زندیات کسروی از کنار اونها گذشته، نه به این دلیل که بی توجه بوده، برای اینکه نمیخواست یک کتاب 400-500 صفحه‌ای بنویسه و
زندگی نامه نوشته در نزدیک شاید 120 صفحه و یا 100 صفحه و همچنین ده اون دوران عدلیه، دورانی که در دادگستری اون زمان بوده، این رو اندکی بیشتر توضیح داده، ولی بسیاری از نام ها رو باز نکرده. مثلا گفته اسدخان، یا گفته اشخاصی رو که استفاده کرده و ازش کنار اونها گذشته. و من کاری رو که انجام دادم این است که یک یک این نام ها و رویدادها و جای هایی رو که در این کتاب، در این دو کتاب هست، همراه با زمینه هایی که این رویدادها در اون شکل گرفته در حاشیه کتاب توضیح دادم و یک کتاب خیلی بزرگی شده و درباره زندگی، هم زندگی احمد کسروی و هم درباره تاریخ عدلیه ایران در اون دوران هست و گرفتاری هایی که در عدلیه بوده. به عنوان نمونه خدمت شما بگویم، مثلا کسروی در گوشه ای از کتاب 10 سال در عدلیه اشاره می کند که نزد یکی از این آخوندهای به قول خودش گداهای صوفی مسلک یک نامه‌ای رو دیده یا نامه‌ای چاپ شده که نخست وزیر رو نامه داده بوده که بیاید و همه مواظب او باشند. گفته این سید نظر کرده حضرت ابوالفضل. من خب این نامه رو در این کتاب درآوردم و گفتم کجا این نامه بوده و چه کسی نوشته، کدام نخست وزیر. البته خود کسروی هم رو توضیح داده. روی هم رفته یک کوششی است برای اینکه دوران زندگی کسروی، روزگار زندگی کسروی بهتر شناخته بشود. افرادی رو در این کتاب نام نمیبره و من خب چون هم کسروی در گذشته کشته شده و هم اون افراد دیگر در میان ما نیستند، اون نام ها رو توضیح دادم و گفتم که اینها چه کسانی هستند. ما در ماهای آینده در آستانه 70 سالگرد کشته شدن احمد کسروی خواهیم بود و من بران هستم که در ایالات متحده آمریکا و اروپا در شهرهای گوناگون در روزهای پس از نوروز، ماهای پس از نوروز، نوروزی در پیش داریم، برنامه های با همکاری دیگران که در این زمینه، در زمینه کسروی شناسی و در زمینه به ویژه دگراندیشی کشتن در ایران کار کردند، برنامه‌ای داشته باشم و این کتاب رو امیدوارم که در اون زمان در برابر همیهنان گرامی قرار بدهم و امیدوارم که کاری باشه ارزش زنده کردن یا بزرگتر کردن نام زندیان احمد کسروی رو داشته باشه. اما در مورد نکته دومی که این همیهن گرامی اشاره کردن، من نمیدونم کجا در این زمینه گفته شده که قومی از روی پشت تانک به ایران آمده. ماجرا به این ترتیب هست که حاج آقا حسین قومی، یکی از بزرگترین روحانیان ایران در دوران رضاشاه بوده، او در مشهد میزیست و پیش از آغاز کشف حجاب و حتی پیش از ماجرای معروف مشهد، ماجرایی که به معروف شد به ماجرای مسجد گوهرشاد و بهلول و چیزهایی از این دست، او چون شنیده بود که ماجرای کشف حجاب در پیش است، البته در اون دوران به دلیل اینکه هزاره فردوسی رو جشن می‌گرفتند در برخی از دبستان‌ها و دبیرستان‌ها دختران بدون حجاب آمده بودند و سرود خوانده بودند، برافروخته شده بود و بنا بود که میخواست به تهران برود. بسیاری از روحانیان برجسته اون زمان مشهد مانند آقای کفایی و دیگران کوشش کردند از این کار جلوگیری کنند و او به تهران نرود. میخواست برود به تهران و به رضاشاه شکایت کنه. اونها میدانستند که شکایت به رضاشاه چه پیامدی خواهد داشت. او به تهران میرود و در تهران پیش از اینکه بتواند اصلا با رضا شاه دیدار کنه، کسانی او رو میهراسانند از اینکه با رضا شاه بخواهد دیدار داشته باشه. این است که استخاره میکنه و در استخاره این میآید که دیدار با رضا شاه صلاح نیست. اما خبری که در مشهد پخش میشود این است که آقا رو گرفتن در تهران و مجروح کردن که دروغ بوده و این شورش معروف مشهد از اینجا اصلا آغاز میشه. خود این آخوند رو، مجتهد رو از تهران
روانه میکنن به نجف. خود روحانیون نجف هم تلگراف زده بودند و ایشان در همون سال 1314 پیش از آغاز کشف حجاب و پیش از ماجرای مسجد گوهرشاد روانه عتبات میشوند و چندین سال در اونجا بودند تا بعد از آمدن متفقین به ایران و رفتن رضا شاه و کنار شدن رضا شاه و آغاز پادشاهی محمد رضا شاه، یکی از شخصیت هایی که خیلی با دربار نزدیک بوده و در این حال با روحانیون هم نزدیک بوده زین العابدین، یکی از بزرگان اون زمان رهنما، او به نجف می رود و از جمله یکی از کارهایی که می کند این بوده که تشویق کنه که آقای قومی به ایران بیاد. این تشویق برای این بوده که حزب توده در ایران و جریانهای چپ پا گرفته بودند و باور برخی از بزرگان کشور در اون هنگام این بوده که از دین می توانند برای جلوگیری از گسترش اندیشه های رادیکال و چپ و سوسیالیستی بهره بگیرند. بر پشت تانک هم نیامده، سفر کرده و زنده یاد احمد کسروی ماجرای سفر رو خیلی خوب توضیح داده و از هنگامی که وارد کرمانشاه می شود رادیو که پدیده تازه بوده، رادیو ایران در سال 1919 را افتاده بوده، در این سالی که وارد ایران می شود که سهیلی نخست وزیر بوده از کرمانشاه با او همراهی می کرده و برنامه ضبط می کرده و پخش می کردن و این رو کسروی خورده می گیره و در چند جایی رو نوشته درباره این سفر. آقای قومی در تهران و سپس در مشهد دو تلگراف به آقای سهیلی میفرسته. تلگراف نخست رو سهیلی جواب نمیده، ولی تلگراف دوم که خیلی تندتر بوده از سهیلی از جمله میخواهد که در اداره های دولتی نماز جماعت برگزار بشود، زنهای بیهجاب رو راه ندهند و از همه اونها مهمتر از اون میخواهد که دبستان ها و دبیرستان هایی که مختلط بودن، البته دبیرستان ها هیچ کجا در ایران مختلط نبودن، مدارسی رو که دختر و پسر کنار هم می نشستن اینها رو از هم جدا بکنن. شگفت این هست که آقای سهیلی به این نامه دوم، به این تلگراف دوم پاسخ داده و گفته که امر حجت الاسلام رو مستجاب خواهد کرد، پاسخ مثبت داده، گفته حتما چنین خواهد کرد و البته ایشان در ایران نمیماند، زیرا که در سودای جانشینی آستابالحسن اصفهانی بزرگترین مرجع تحقیق شیعه بوده، میدانسته که او در کهنسالی است و به زودی در خواهد گذشت و آقای قومی خودش رو جانشین ایشان میدانسته که در سال 1025 هم آستابالحسن اصفهانی در میگذره، اما قومی هم 3 ماه پس از او در میگذره و این به این آرزو نمیرسه. ولی به هر روی ماجرا به این ترتیب است که با اشاره کسانی که با دولت نزدیک بودند، با دربار نزدیک بودند، او رو به ایران کشاندند و البته در اون دوران میدانیم که خیلی ها در این سودا بودند که از ابزار دین برای جلوگیری از جنبش های اجتماعی که بعد از شهریور 20 آغاز شده بود بهره بگیرند و زیان هم در این زمینه هم خودشان دیدند و هم به جامعه ایران زدند. خیلی ممنون جناب آقای امینی، بهتون تبریک میگم بابت این اثری که از نو به زودی وارد بازار نشر خواهد شد. ولی یه مطلبی هم دارم و آن این است که این سفرهای شما برای به حال معرفی این کتاب مبادا به برنامه ما لطمه بزنه. امیدوارم که نزنه. هر جای جهان که باشیم امروز امکان فنی وجود داره که ما با هم باشیم اگر امید خدا گرفتاری به وجود نیاییم. اما برویم بر سر پیدایش ساختار حقوقی نو در ایران و چند و چون آن. بله. میدانیم که پیدایش دستگاهی یا وزارتخانه به نام عدلیه به دوره ناصرالدین شاهی برمیگرده. بله. اما روشن است که این عدلیه دارای هیچ استقلال و به حال آزادی نبوده و کاری هم بیرون از اراده شخص شاه و درباریان او نمی کرده. اما عدلیه پس از مشروطیت گویا در این بوده است و بسیاری
ببخشید من چون یادداشت کردم، اما عدلیه پس از مشروطه گویا جز این بوده است. بله. اما بسیاری پیدایش عدلیه جدید را به 20 سال پس از فرمان مشروطه و به آغاز وزارت علی اکبر داور مرتبط می کنند و می گویند که تا پیش از داور عدلیه یا دادگستری در ایران نبوده. نخست ممکن است بگویید آقای امینی که این عدلیه کی دادگستری شد؟ خدا بیامرزه یکی از طنزنویسان ایران به جای دادگستری میگفت جیغ پهن کنی. چی؟ ببخشید چی میگفت؟ جیغ پهن کنی. جیغ پهن کنی. اینو کی میگفت؟ یکی از نویسندگان آقای بله. عدلیه یا دادگستری در ایران به حال چه زمانی عدلیه بوده و چه زمانی دادگستری شده و شمه ای هم درباره عدلیه پیش از داور توضیح بفرمایید. بله. عدلیه تا نزدیک سال 1318 همچنان نامش عدلیه بوده. از حدود سال 1317 یک کوششی در ایران آغاز می شود برای جایگزینی واژه‌های عربی با یعنی واژه‌های فارسی به جای واژه‌های عربی و فرهنگستان از جمله واژه داد رو به جای عدل روان می‌کنه. البته این واژه کهن فارسی است. برخی هم بر این باور بودند که پاره از این واژه‌هایی که فرهنگستان ساخته مانند دادرسی شاید درست نبوده باشد. این رو کنار میذارم، وارد گفتگوی زبانشناسی نمیشم، ولی یکی از واژه هایی که فرهنگستان میسازه واژه دادگستری است و با ساختن واژه دادگستری اون رو به جای عدلیه می نشانند و واژه های دیگری رو هم مثلا مدعی العموم رو دادستان می کنند، مستنطق رو بازرس می کنند و چیزهای از این دست. یه مجموعی نزدیک به 120 واژه در رابطه با ساختار حقوقی به وجود می آید که از اینها تنها شاید 30 واژه روان شده، پذیرفته شده. خیلی از این واژه ها روان نمی شود، مانند خود واژه قانون که واژه قانون بر روی جایگزین واژه دیگری رو جایگزین قانون کردن خیلی دشوار خواهد بود، ولی بر روی برخی از واژه ها پذیرفته می شود، از جمله دادگستری. برخی هم پیش از این که عدلیه یا ببخشید فرهنگستان اینها رو روان بکنه صداشون قطع میشه. بله ببخشید نشنیدم آقای امینی، صداتون قطع و وصل شد. صدای من قطع شد؟ الان صدای من خوبه؟ الان هم قطع و وصل میشید. عجیبه. صدای من الان قطع شد؟ الان خوب شد. بله. عرض کردم که دوباره صداشون خراب شد. رو پذیرفته شد، برخی پذیرفته نشد و برخی هم اصلا پیش از اینکه فرهنگستان اینها رو بپذیره در جامعه پذیرفته شده بود و از جمله خود احمد کسروی در روان گرداندن برخی از این واژه ها یاری رسانده به روان کردن این واژه. اما برگردیم به آنچه که در آغاز گفتید جناب مولی. صدای من میرسه؟ من رو نگران کردید جناب مولی؟ بله بله بفرمایید. ببخشید. خب ببینید، ساختار حقوقی یکی از برجسته ترین بنیادهای مدرن ساختن یک جامعه است. ما سالهای درازی است در ایران که پیرامون دموکراسی صحبت میکنیم و هم امروز هم همواره درباره فقدان دموکراسی در ایران صحبت میشود. انتخابات آزاد نیست، نمایندگان راستین مردم نیستند که کاملا درست است این نقد. اما چیزی کمتر به اون توجه شده در این است که مدرن سازی اروپا یکی از بنیادهای اساسی اون به وجود آمدن ساختار حقوقی مدرن بوده، یعنی ساختار حقوقی که قوانینی در جامعه رو بتواند اجرا بکنند، نه تنها قوانین از مجلس
پارلمان کشورها بگذرد، بلکه این قوانین رو به گونه اجرا بکند که به راستی عدالت رو در جامعه گسترش بدهد. ساختار حقوقی از این جهت بسیار جایگاه مهمی در جامعه داشته و بدون وجود یک ساختار حقوقی اصلا شما نمیتوانید یک جامعه مدرن داشته باشید. در گذرگاه های بسیار مهم در دوران 200 سال گذشته مدرنیته اروپا که شما نگاه کنید و ایالات متحده آمریکا میبینید که در اون جایهای بسیار حساس تاریخی که درگیری های اجتماعی صورت گرفته، ساختار حقوقی نقش بسیار تعیین کننده ای داشته. چند سال پیش در همین ایالات متحده آمریکا بود که رئیس جمهور آمریکا رو این ساختار حقوقی به پایین کشاند، یعنی مجبور کرد که آقای نیکسون رو که به دستور دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا توجه کنه و اسنادی رو منتشر کنه که این اسناد، انتشار این اسناد، سقوط دولت نیکسون رو به دنبال داشت. این رو ما در کشورهایی مانند ایران نداشتیم و فعلا هم نداریم. این کوشش برای دستیابی به حقوق و ایجاد ساختار حقوقی یکی از بنیادهای فکر نو در ایران بود. از اونجایی که به ویژه در تاریخ ایران ما می‌دانیم که دو نهاد بسیار مهم، نهاد آموزش و نهاد حقوق، نهاد قضایی، اساساً در دست روحانیان بود. ساختار آموزشی رو اونها اداره می‌کردند. شما بدون رفتن به مدرسه های دینی نمی‌توانستید اصلا به آموزش راه بیابید. همه می‌رفتن به مکتب خانه ها و یا حوزه هایی که از راه درس دینی، از راه خواندن قرآن یا از راه خواندن کتاب های حدیث و روایی و چیزهایی از این دست، در کنار کتاب های ادبی فارسی زبان یاد می‌گرفتن، عربی یاد می‌گرفتن و شاید هم می‌رفتن و ملا می‌شدن. در زمینه حقوق هم قضات شهر جایگاه بسیار بسیار بلندی در جامعه ایران داشتن، جایگاه بالایی در جامعه ایران داشتن و اصولا ساختار حقوقی ایران، ساختار قضایی ایران در دست به دست میشد میان حاکم و قاضی شهر. پیش از مشروطه در جریان جنب و جوش مدرن سازی ایران فکر ساختن عدلیه مطرح شد، اما هیچگاه این عدلیه نتوانست به راستی شکل بگیرد تا پیدایش مجلس اول مشروطه. یکی از دستاوردهای مجلس اول و دوم مشروطه در تصویب قوانینی بود که به ساختن عدلیه جدید یاری رساند و باید گفت در این زمینه نخستین کسی که باید ما به اون وامدار باشیم به عنوان یکی از پایه‌گذاران ساختار حقوق مدرن در ایران، زنده یاد میرزا حسن خان مشیرالدوله پیرنیا است، فرزند مشیرالدوله ای که فرمان مشروطه را از مظفرالدین شاه گرفت. میرزا حسن خان مشیرالدوله پیرنیا آخرین مشیرالدوله ایران بوده. ما 5 مشیرالدوله داشتیم و ایشان آخرین مشیرالدوله بوده و اینها خانواده اصلا معروف شدن بعد از اون به خانواده پیرنیا و از خاندان های بسیار برجسته دوران مدرن ایران شدند. ایشان کسی بودند که با یاری چند نفر دیگر نخستین مجموعه قوانین رو تنظیم کردند و به تصویب مجلس گذروندند و مجلس در سال 1290 خورشیدی، یعنی 96 سال پیش، نزدیک به 100 سال پیش، در مجلس قانونی به تصویب رسید، قانون محاکم، که سپس در سال 1302 این قانون دقیق‌تر شد و سرانجام هم در دوران داور این مجموعه قوانین گسترش پیدا کرد. این بنیاد قانون و محاکم، دادگاه‌ها در ایران بود. ما تا اون زمان اصلا قوانین رسیدگی جرائم در دادگاه رو نداشتیم. حتی آقای امینی ببخشید، شده بود این عدلیه دستور حاکم بود و چوب و فلک، ولی قوانینی برای اینکه محاکم رو اداره کنند، قاضیان رو از هم تشخیص بدهند نداشتیم. خیلی پیش از داور عدلیه دوران مشروطه یک نظام تازه ایجاد کرد بر پایه همین قوانینی که در مجلس دوم گذشته بود. مثلا آمدند و 3 شاخه جداگانه رو در ساختار قضایی ایران تعیین کردند، مانند ساختار بدایت، استیناف و
تمیز یا تمییز که اینها سه ساختار ردبندی شده بود، دادگاه بدایت، دادگاه شهرستان بود، دادگاه استیناف، دادگاه استان بود و دادگاه تمیز هم دادگاه فرجامخواهی سراسری و کشوری بود. البته در دوران داور اینها دقیق تر شد، پیشرفت بیشتری پیدا کرد. اما ساختار حقوقی ایران در اون دوران جناب مهری بسیار ناتوان بود و من هنگامی که شما با من صحبت کردید که برنامه امروز رو به پیدایش ساختار حقوقی مدرن در ایران اختصاص بدهیم، اندیشیدم که از چه راهی میتوان به ویژه برای بینندگان این برنامه ناتوانی ساختار حقوق ایران رو واقعا ترسیم کرد و وارد جزئیات دشواری نشد. این است که یک سیاهی تهیه کردم با اجازه شما خواهش. که این سیاهه نشان میدهد که تا چه اندازه این ساختار حقوق ایران ناتوان بوده و درست تصمیم گرفته که در دوران داور تا حدود زیادی این ساختار یک صورت تازه‌ای به خودش یافت. داور در سال 1305 به وزیری عدلیه رسید. دادگستری، اجازه بدید که از اینجا به بعد بگوییم دادگستری که با فرهنگ امروز بیشتر نزدیک باشد. فرمان مشروطه در سال 1285 بیرون داده شد. 20 سال فاصله است بین اینها، یعنی از صدور فرمان مشروطه تا وزیری داور بر دادگستری یا عدلیه و آغاز عدلیه نو اندکی پس از اون 20 سال ما فاصله داریم. به اجازه بدید یه آماری خدمتتون بگم تکان دهنده است. ما در این 20 سال 31 نفر 49 بار وزیر عدلیه شدند. عجیبه. در 20 سال جناب مهری 31 نفر 43 بار 49 بار پوزش میخوام 49 بار وزیر عدلیه شدن. برخی از اونها چند هفته بیشتر وزیر نبودن، برخی از اونها مثلا 6 ماه 7 ماه وزیر بودن، پاره از اونها مانند مشیر دوله، مانند میرزا حسن خان پیرنیا چندین بار وزیر عدلیه شده، از همه بیشتر وزیر عدلیه شده. بیشتر کسانی که وزیر عدلیه شدن یا وزیر دادگستری شدن اصلا سواد حقوقی نداشتن. فرصت دارم نام بعضی از اینها رو بفهم. نخستین وزیر عدلیه مشروطه در کابینه میرزا نصرالله خان مشیر دوله، یعنی کسی که فرمان مشروطه رو گرفته، میرزا نصرالله خان مشیر دوله از یک جهتی در تاریخ ایران بی‌نظیر هست. او آخرین صدر اعظم ایران و نخستین نخست وزیر ایران هست، چون در دوران پیش از مشروطه به کسی که سروزیر بوده میگفتن صدر اعظم، در دوران پس از مشروطه نام نخست وزیر رو. ایشان تنها کسی در تاریخ ایران هستند که هم صدر اعظم بودن و هم، یعنی تنها کسی نیستن ولی آخرین صدر اعظم و نخستین نخست وزیر مشروطه است. ببخشید آقای امینی، ایشون فرمودید پدر میرزا حسن خان بودن؟ بله بله. میرزا حسن خان همون است که تاریخ ایران باستان رو نوشته؟ مشیر دوله پیرنیا، پسر ایشون. بله. بله پسر ایشان، یعنی این دو نفر، دو برادر، چند نفر هستن، البته این دو برادر بسیار معروف بودن، مؤتمن الملک که رئیس مجلس بود و میرزا حسن خان که، یعنی حسین و حسن، اینها برادرانی بودن که در تاریخ مشروط ایران بسیار نقش داشتن، در مدرن ایران نقش داشتن. میرزا حسن خان مشیر دوله خودش هم به نخست وزیری رسید چندین بار، فرزند مشیر دوله معروف، مشیر دوله نایینی، همین مشیر دوله که اشاره کردم، آخرین صدر اعظم و نخستین نخست وزیر مشروطه. در هنگامی که ایشان نخست وزیر مشروطه شد، نخستین وزیر عدلیه ایران فردی است به نام میرزا احمد خان مشیر السلطنه که چند سالی درس فقه و اصول خوانده بود، منشی و پیشکار مظفرالدین شاه بود و از، ببینید این میزان وابستگی و علاقه او به حقوق تا اونجایی بوده که 11 ماه در دوران
محمد علی شاه پیش از به توپ بسته شدن مجلس و پس از به توپ بسته شدن مجلس ایشان نخست وزیر مشروطه بوده و پس از اینکه تهران رو بر تهران مشروطه خواهان چیره می شوند ایشان پناه میبره به سفارت عثمانی، شاید هم نزدیکتر بوده چون خیلی ها میرفتن به سفارت روسیه پناه میبرند، ایشان به سفارت عثمانی پناه میبره، پول کلانی به مشروطه خواهان میدهد و از سفارت عثمانی آزاد میشه و بر روی دوباره برمیگرده به سپهر سیاست و زندگی. ولی بسیار هستند کسانی از میان این سیاهی که من فراهم کردم از وزیران عدلیه که دانشی در مورد حقوق نداشتند. شاید اینجا و اونجا کسانی رو بتوانید شما پیدا کنید که درس حقوق خوانده بودند یا تا حدودی آشنا بودند با مفاهیم و مسائل حقوقی. خب نمونه های از این رو من میتوانم بیاورم، مانند میرزا حسن خان محتشم السلطنه اسفندیاری که چند بار به وزیری عدلیه رسید و سپس نخست وزیر ایران شد و در دوره هایی هم رئیس مجلس بود و این شخصیت جالبیش محتشم السلطنه اسفندیاری هم با بیسمارک دیدار کرده بود و هم با هیتلر و زندگی جالبی دارد، یعنی نقش بسیار مهمی در دوران رضا شاه داشته. او تا حدودی با مسائل حقوقی آشنا بود. یا کسان دیگری مانند فروغی چند بار وزیر عدلیه شد، یا زنده یاد محمد مصدق که او هم وزیر عدلیه شد. کاری هم کردن دکتر مصدق؟ دکتر مصدق ماجرای وزیری دکتر مصدق بر عدلیه بسیار جالب هست چون برمیگردد به زمانی که در تیر ماه 1299 مشیر دوله نخست وزیر می شود و مصدق رو که در اون هنگام در اروپا بوده از او دعوت می کنه که وزیری عدلیه رو بپذیره و خب درس حقوق خوانده بوده، نخستین دکتر حقوق بوده از فرنگ، از فرانسه، از سوئیس. مصدق می پذیره و از راه کشتی به سوی ایران باز میگرده و از راه کشتی به فارس میرسه، از راه بنادر جنوبی ایران به فارس میرسه. مردم شیراز هنگامی که او به فارس میرسه از او درخواست میکنن که والیگری فارس رو بپذیره و او تلگراف میزنه به مشیر دوله و مشیر دوله این رو میپذیره در آذر ماه 1299. بنابراین مصدق شاید تنها وزیر عدلیه ایران بوده باشه که هیچگاه به وزارتخانه نیامده و هیچگاه کار وزارت عدلیه نکرده و در والیگری فارس بوده که کودتا 1299 روی میدهد و اصلا وزارت عدلیه برای دوره تعطیل میشه. بعد از کودتا 1299 هم در دوران سید ضیاءالدین و هم در دوران جانشین او قوام السلطنه ما وزیر عدلیه نداشتیم، اصلا وزارت عدلیه رو تعطیل کرده بودند. برخی از این کسانی که وزیر عدلیه می شوند شخصیت های خیلی عجیبی هستند، یعنی هیچ معلوم نیست که چرا کسی مانند سردار منصور رشتی که بعدها معروف شد به سپهدار اعظم، هنگامی که سپهدار اعظم پیشین سپه سالار اعظم شد، اونی که فاتح تهران بود، ایشون شد سپهدار اعظم. سردار منصور رشتی یکی از بزرگترین زمینداران ایران بود، به اون میگفتن اول شخص گیلان و فکر نمی کنم اصلا درسی هم خوانده بود ایشان، یعنی شاید هم مثلا فارسی بلد بوده، ولی ایشان دو بار وزیر عدلیه شدند و این که کسی مانند سردار منصور وزیر عدلیه می شود کسی که هیچ آشنایی با مسائل حقوقی نداشته خب بسیار دردناک است. یک نمونه دیگر رو خدمتتون بگم از کسانی که وزیر عدلیه شدن و شاید برای شما جالب باشه، سومین وزیر عدلیه ایران بعد از مشروطه سید محمود خان علاءالملک هستش که دو بار وزیر عدلیه می شود. ایشان کسی هستند که این فرمودید علاءالملک؟ بله فرمودید علاءالدوله یا علاءالملک؟ علاءالملک. بله علاءالملک دیبا. آه دیباش آشناست. ولی ایشون پدر سرلشکر محسن دیبا هستند و گمان میکنم نیای پدری
شهبانو فرح باشند. حالا از چه راهی، مادری یا پدری، فکر میکنم نیای پدری هستن. بله، این سید محمود خان علاءالملک هنگامی که وزیر مختار ایران در عثمانی بوده، کسی است که کوشش کرد و موفق شد که 3 تن از آزادی خواهان اون زمان، یعنی شیخ احمد روحی آخان کرمانی و میرزا حسن خان خبیرالملک رو دستگیر کنم و به ایران تحویل بدم، و هر 3 اینها رو به دستور محمد علی شاه در زیر یک درخت نسترن سرشون رو بریدند. البته نمیگویم که ایشان مسئول بریده شدن سر اونها بودن، ولی آدمی که این پیشینه رو داشته و اصلا آشنا با حقوق نبوده می شود وزیر عدلیه در یه دوره، یا میرزا مهدی، یا اصلا مهدی قلی هدایت. مهدی قلی هدایت یکی از کارکنان توانای دولت در ایران بوده، ولی آشنایی با حقوق نداشته، آشنایی با فقه نداشته، و اینها خب به جاهایی رسیدن که نباید میرسیدن. البته در میان اینها آدم های برجسته ای هم وجود می داشتن که اجازه بدید به اونها اشاره کنم، چون فقط تنها گفتن یا اشاره به آدم هایی که شایسته این کار نبودن شاید کافی نباشد. تیمورتاش برای گمان می کنم 3 ماه وزیر عدلیه شد، خیلی پیش از اینکه وزیر دربار بشود، یعنی اصلا برمیگردد به سال، فکر میکنم بله، در 3 بهمن 1300 تیمورتاش در کابینه مشیر دوله پیرنیا وزیر عدلیه شد، و این نخستین بار بود که به کسروی هم با او دیدار کرده، و دوستی کسروی با تیمورتاش از اینجا آغاز میشه و تا پایان کار همین دوستی ادامه پیدا میکنه، و یکی از پشتیبانان کسروی در اون دوران همین تیمورتاش بوده. از 3 بهمن تیمورتاش وزیر عدلیه بوده تا 27 اردیبهشت، یعنی در یه دوره بسیار بسیار کوتاهی. یا مثلا کسی مانند بشار السلطنه، اسدالله قدیمی نوایی، او اصلا آدم بسیار باسوادی بود، از دستخوانندگان فرانسه بود، برای دوران بسیار کوتاهی در کابینه قوام وزیر عدلیه شد، و من گواهی برای اینکه وزیر عدلیه خوبی بوده یا نبوده ندارم، ولی اینقدر میدانم که به روی نسبت به دیگران از شمار افراد باسوادتر بود. آنچه که من در اینجا در واقع میخواهم اشاره کنم در این هست که زمان اصلا برای هیچ یک از این وزیران وجود نداشته که بتوانن کاری انجام بدن. هنگامی که شما در درازای 20 سال 49 بار وزیری رو دگرگون میکنید، خب یک لحظه بیاندیشید ببینید که چند ماه یک وزیر میتواند در عدلیه بوده باشد. 20 سال رو اگر بخواهید به این نزدیک 50 تقسیم بکنید، 4 ماه نهایتا هر کسی در دوران وزیر عدلیه بوده. خب افراد زیادی در این زمینه بودن که من اجازه بدید که همه اونها رو، یه نمونه شاید جالب و مثبتی در این زمینه هم باشد، سید ابراهیم خان امیرالسلطنه. ایشان وزیر عدلیه می شوند. این خواهر و برادر جای بسیار برجسته ای در تاریخ ایران داشتند. خواهر ایشون همون کسی هستن که در برنامه هایی که مربوط به حقوق زنان بود من به اون اشاره کردم، خانم مریم امید سمنانی مزین الدوله، این خواهر ایشان هستن، مزین السلطنه، خواهر امید السلطنه هستن. نشان میداد که از یک خانواده بسیار با فرهنگی اینها برخواستن. خود ایشان هم یک بار وزیر عدلیه بوده و اون هم به کوتاهی، و نتوانسته کار چندانی به راستی انجام بدهد. میتوان گفت روی هم رفته بیشترین دوران رو در وزیری عدلیه کسانی مانند، یعنی در واقع خود مشیر دوله پیرنیا میرزا حسن خان داشتن، و دیگران بسیار کارهاشون زودگذر بوده و تأثیر زیادی در توانا کردن ساختار عدلیه به راستی نداشتن، و این چیزی است که در ناتوان ساختن ساختار حقوقی ایران دوران پس از مشروطه میتوان برشمرد و به اون اشاره کرد. البته بد نیست این کنم بیافزایم که در همین 20 سال ما 43 کابینه داشتیم،
یعنی فقط این نبوده که وزیر عدلیه دگرگون شده، 43 بار هم نخست وزیران دگرگون شدند. بنابراین کشور در یک تلاطم حقوقی و اداری و ساختاری می بوده و این تلاطم و دگرگونی هایی که در جامعه وجود می داشته به پیدایش یک عدلیه منظم اونقدر یاری نمی رسانه. آقای امینی، از داور صحبت نکردین. اجازه بدید که بحث پیرامون داور رو در یک برنامه جداگانه ای، یعنی شاید هفته آینده، به درازا به داور بپردازیم و بیشتر در برنامه امروز به همین دوران پرتلاطم 20 فقط سال یه سوال دارم. بفرمایید. داور اسم واقعیش بوده؟ نه خیر، اینها همه در اون دوران میدانید که اسم انتخاب میکردن. اسامی، گاهی این اسامی با اون لقبی که داشتن پیوند پیدا میکرده. اگر از خانواده برجسته‌ای بر نخواسته بودند و لقب نگرفته بودند، میرفتند و این اسم رو انتخاب میکردند. داور با درایت این لقب رو برای خودش، این نام رو برای خودش انتخاب میکنه. خب داور است، سپس هم میرود ساختار دادگستری و عدلیه رو به وجود میآورد، یا عدلیه نو رو در واقع میسازد. برخی از افراد نامهاشون پیوند پیدا میکنه با لقبی که داشتن، مثلا ممتاز و سلطنه بوده میشود ممتاز، و عدل الملک نام داشته میشود عدل، و به این ترتیب نام انتخاب میکردن. برخی هم مانند خود زنده‌یاد کسروی چند بار دچار شک و تردید در برای نام خانوادگی خودشون میشود. گویا یکی از نامهایی که برای خودش برگزیده بوده نبوی بوده و سپس کسرایی و سرانجام هم کسروی. داور هم نام خودش رو انتخاب کرده. دوران گزینش شناسنامه دوره تازه‌ای در تاریخ ایران بوده. از سال 1298 به این سوی هست که تا سال 1307 همه به دنبال گزیدن نام فامیل می‌رفتند و این نام فامیل رو حتی برخی که نیازی به گرفتن شناسنامه نداشتن خیلی دیرتر این نام های خانوادگی رو بر خودشون نهادن. یکی از گرفتاری های ویرایش کتاب های کهن هم در این هست که شما با نام های خانوادگی رو برو نیستیم، میگن میرزا عبدالحسین. حالا باید شما بگردید ببینید این میرزا عبدالحسین کدوم میرزا عبدالحسین هست، به کجا مربوط میشود، و شاید در جای دیگری میرزا عبدالحسین دیگری آمده باشه، و به اینها رو باید از هم جدا بکنید. هم در همین کار زندگی کسروی من وادار شدم که یک یک این نام ها رو از یک دیگر بتوانم تا اونجا. ببخشید آقای امینی، یک دقیقه و 30 ثانیه وقت داریم، بفرمایید. به این سرعت تموم شد ها؟ بله. فرصت زیادی نداشتیم همه اینها رو توضیح بدیم. خب حالا وقت زیاد داریم آقای امینی. یا مثلا نمونه دیگری از کسانی که، خب این خیلی جالبه برای شما بگم، یکی دیگر از کسانی که وزیر عدلیه ایران شده فردی است به نام پرنس ارفع. میدانید که ایشان اصلا نه شاهزاده بوده و پدر ایشان این رو از ناصرالدین شاه خریده، این لقب رو، لقب پرنس رو، و به عنوان پرنس معروف شده. یا پرنس محمد علی خان علاءالسلطنه، پدر حسین علا، او هم پرنس بوده. آقای امینی بله، ببخشید اشتباه شده بود، 5 دقیقه وقت داری. 5 دقیقه. این پرنس حسن ارفع که کتابی هم نوشته زیر عنوان در زیر سایه 5 پادشاه یا دوران 5 پادشاه، اصلا پرنس نبوده. البته سواد هم داشته، آدم بسیار با دانشی بوده، به چند زبان چیره بوده، ولی اینکه آدمی با توانایی های ایشان بتواند وزیر عدلیه کشور بشود، آگاهی با ساختارهای حقوقی به هیچ گونه نمی داشته. پرنس محمد علی خان علاءالسلطنه، پدر حسین علا، ایشان به این دلیل پرنس می شوند که در هنگامی که در انگلستان وزیر مختار بودند، پادرمیانی می کنند و برای، فکر می کنم مظفرالدین شاه باشد، یک لقبی رو، یک جایزه ای رو، یک عنوانی رو از دولت بریتانیا میگیرند و به شکرانه این کاری که برای پادشاه کردن خود ایشان لقب پرنس میگیرند، که اصلا در فرهنگ ایران رایج نبوده به کسی پرنس بگویند. نمیتوانستن شاهزاده بگویند، چون یعنی از خانواده شاه آمده. اینکه واژه فرنگی پرنس رو میذارن که
در بیرون از ایران ایشان بتواند بگوید که من پرنس هستم، ولی در داخل ایران ایشان شاهزاده نبود، ایشان وزیر عدلیه شده. البته خود ایشان سواد زیادی در زمینه های حقوقی نداشته، گویا صرف و نحو عرب خوانده بوده. البته پسر ایشان حسین علا آدم با سوادی بوده، ولی رومی هم رفته باید گفت که این جایگاه وزیری عدلیه در ایران هیچ پیوندی با ساختار حقوقی نمی داشته و شاید برای نخستین بار پس از آزمایشی که در سال 1300 انجام می شود ساختار حقوق ایران تا حدودی شکل می گیره. در سال 1300 قریب گرکانی سرپرست یک دوره امتحانی بوده که در تهران برگزار میشه که کسانی که میخواستن قاضی بشوند بیایند و امتحان بدهند و در گذشتن از این امتحان بتوانند قاضی باشند. البته در اون هنگام میدانید که بخش بزرگی از این امتحان در زمینه فقه بوده، باید کتاب شرایع رو میخوندن، کتاب شرح لمحه رو میخواندن و کتاب های فقهی رو آشنا میشدن که بتوانند قاضی دادگستری بشوند. مثلا در سال 1300 آگاهی بر کتاب شرایع بنیادی بوده در قاضی شدن. حالا این کتاب شرایع چه بوده؟ این کتاب شرایع اسلام 750 سال پیش نوشته شده و کتابی است که هلی نوشته، محقق هلی نوشته و این کتاب علامه هلی، محقق هلی، بله محقق هلی نوشته و این کتاب محقق هلی به نام شرایع اسلام، به نام بلندتری داره ولی به نام شرایع معروف است که شعرهای زیادی هم برای نوشته شده درباره فقه اسلامی در 4 بخش هست به چند هزار، حالا یک دقیقه وقت دارید، چند هزار مسئله فقهی اشاره میکنه. خب شما توجه کنید که کتابی که حالا 100 سال از اون گذشته 650 سال پیش از این آزمایش قاضیان در تهران به چه دردی میخورده؟ بله؟ میگم این کتاب به چه دردی میخورده؟ به چه دردی میخورده؟ ولی این کتاب هنوز هم در حوزه های فقهی درس داده میشه بعد از 750 سال. ولی این کتاب، کتاب زندیان احمد کسروی اشاره میکنه، میگه من شرایع رو نخونده بودم، من کتاب شرح لمعه رو خونده بودم، لمعه دمشقیه، ولی این کتاب شرایع میزان مبنای امتحان فقهی و قانونی ما، خود قانون 260 بند داشته در حالی که کتاب شرایع از 4 جزء و بیش از 2000 مسئله تشکیل می شده. خب این نشان می دهد که ساختار حقوقی ایران ساختار مدرنی هنوز نشده بوده، بر پایه فقه اسلامی و فقه شیعه استوار بوده و راهی هم جزئی در این دوران نمی داشتن. خیلی ممنونم جناب آقای امینی، اگر موافق باشید در هفته آینده و شاید هم هفته های آینده درباره همین قضایا صحبت خواهیم کرد. این اسمایی که بردین چقدر جالب بود. خیلی ممنونم ازتون، موفق باشید. و همچنین تشکر میکنم از همیهنانی که به این برنامه توجه فرمودند و با سپاس از کارگردان برنامه. شب و روزتون خوش.